درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حمله تند و جنجالی ژیلا صادقی، مجری صدا و سیما به مسیح علی نژاد، فعال اجتماعی و سیاسی. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر باشید. مسیح علی نژاد اسمی که همیشه در عرصه‌های مبارزات اجتماعی و سیاسی مخصوصاً در چند سال اخیر به گوش رسیده. اون که هرچند مثل بقیه چهره‌های سیاسی و فعالان اپوزیسیون خارج از ایران همیشه با چالش‌ها و جنجال‌ها و حواشی زیادی روبرو بوده، حالا این بار هم وایسی ازش منتشر شده که یه جورایی دوباره براش آبروریزی به بار آورده. اون که با راه انداختن کارزارهای مختلفی نقش بسیار مهمی در به وجود اومدن اعتراضات سراسری در ایران داشته، مخصوصا در زمینه حجاب و کشف حجاب زنان و دختران ایرانی، مثلا با راه انداختن کارزار چهارشنبه های سفید و برداشتن حجاب زنان و دختران در خیابونها و اماکن عمومی، به اونها دل و جرأت مخالفت در زمینه حجاب رو با جمهوری اسلامی داد، حالا اما در یک سال و اندی گذشته و با جدا شدن از ائتلافی که شاهزاده رضا پهلوی با نام همبستگی برای مهسا تشکیل داده بود، یه جورایی دوباره شخصی منفور شد. بعد از اون هم که با افشاگری‌های اشخاص مختلف مخصوصاً از اپوزیسیون خارج از ایران که اون رو پول پرست دونستن و افشا کردن که اون از دولت آمریکا پول گرفته و حتی لشکر توییتری و اینستاگرامی راه انداخته که فقط ازش طرفداری و حفاظت کنن، تفاوت زیادی بین اون با مسئولان جمهوری اسلامی دیده نمیشه. مثلا میترا جشنی از چهره‌های اپوزیسیون در یک برنامه زنده در مورد مسیح علی نژاد گفت اون به اسم مبارزه تجارت راه انداخته و از طریق پروژه‌های مختلف بودجه‌های هنگفتی رو از دولت آمریکا دریافت کرده. اون با پول پاشی در بین افراد مختلف حتی لشکر توییتری و اینستاگرامی راه انداخته تا اپوزیسیون مخالف خودش رو حذف کنه. اون که اخیراً هم ماجرای ترور شدنش و برنامه ریزی های زیاد چندین گروه برای کشتن اون رو مطرح کرده، گفته فیدل کاسترو انقدر در معرض ترور نبود که پروژه ترورهای مختلف رو برای مسیح علی نژاد سناریو سازی می کنند. جدایی مسیح علی نژاد از ائتلافی که شاهزاده رضا پهلوی بسیار دلسوزانه برای آزادی مردم ایران و برای برنامه ریزی آینده ایران و فردای آزادی اون تشکیل داده بود، با جدا شدن حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی که بعداً به شکل بی‌پرده‌ای در مورد تجزیه ایران هم صحبت کردند و ابایی از گفتن این جمله‌ها نداشتند، به هم ریخت. ائتلافی که شاید تنها امید مردم معترض و خسته ایران بود. ماجرای ترور مسیح علی نژاد هم که در رسانه ها بسیار بهش توجه شد و بولد شد، که گفته شده بود دستور حکومت جمهوری اسلامیه که توسط سفرد چک تبار که به گفته خبرگزاری ها بعضی از اونها تابعیت روسیه رو هم داشتن، برنامه ریزی شده بود تا مسیح علی نژاد رو در منزل خودش در آمریکا به قتل برسونن که موفق نشدن و نقشه هاشون برملا شد. اون در نشست اخیر هم در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی آمریکا حرف‌های جنجالی زد و در آخر هم کوثر افتخاری، مجروح چشمی اعتراضات اخیر رو به عنوان یکی از مجروحین و معترضین ایران معرفی کرد که خیلی ها به اون حمله کردن و گفتن که داری از مجروحین و معترضان و افرادی که از ایران فرار کردن به هر دلیلی استفاده شخصی میکنی، اون هم برای پول گرفتن و رسیدن به منابع مالی بالاتر. اما مخالفت‌های بسیار واضح مسیح علی نژاد با شخص شاهزاده رضا پهلوی باعث منفور شدنش در بین مردم معترض ایران شد. اون در گفتگوی اخیرش با ایران اینترنشنال به این مسئله اشاره کرده بود که در جریان دیدارهای سال گذشتش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر هلند و مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد اپوزیسیون ایران صحبت کرده، اما معتقده که جهان نه فرد محور بلکه سیستم محوره.
اون در ادامه گفت در مورد عبور از جمهوری اسلامی هیچ تردیدی وجود نداره و نه تنها انقلاب مهسا و اتحاد مردم در کف خیابونهای ایران آمریکا و غرب رو تسلیم کرده، بلکه اون اتفاق وحشتناک 7 اکتبر یعنی حمله حماس به اسرائیل هم بار دیگه نگاه ها رو به جمهوری اسلامی به عنوان رژیم تروریستی منعطف کرد. مسیح علی نژاد در ادامه گفت همه میدونن جمهوری اسلامی رفتنیه، اما سوال اصلی اینه که بعد از رفتن حکومت فعلی چه کسی قرار سر کار قرار بگیره و ما نباید که اجازه بدیم دوباره قدرت دست یک نفر باشه. مدتی پیش هم اون به شکل کاملا واضح از شاهزاده رضا پهلوی خواسته بود که در قبال عملکردش پاسخگو باشه و در مورد پولهایی هم که از دولتهای مخالف ایران دریافت کرده روشنگری کنه. حالا هم که ویسی از مکالمه اون با شخصی منتشر شده که حرفهای بسیار جنجالی زده. الان صفحه اینستاگرامی بیشتر از 2 ماهه که خامنه هیچ فعالیت خاصی نداره، دفترش که بخوای دیه بشی رئیس اومد بلنده کشه هیچ حرکتی انجام ندادی، حتی بریم اونجا بگی زن زندگی آزادی. زن زندگی یعنی چی؟ تو همین آمریکا مثل برده جنسی به ما نگاه کردن. به نظر من دولت آمریکا ما رو کرده مثل تلویزیون. چقدر زخم خوردین که گفتن شما اصلا قدرت ندارید. ژیلا صادقی مجری پرحاشیه صدا و سیما که این روزها و به گفته مردم و منتقدان صدا و سیمای حکومتی در روزهای نزدیک به انتخابات دوباره و با تشخیص مسئولان رده بالای حکومتی با توجه به مدل صحبت کردنش و طرفداری 100% از حکومت و روشنفکر نما بودنش دوباره به صدا و سیما برگشته و در همون روزهای اول با تیپ و لباس جنجالیش حواشی زیادی رو درست کرد و در همون قسمت اول در مورد حاج قاسم سلیمانی صحبت کرد و ازش تقدیر و تشکر کرد. حالا این ویس مسیح علی نژاد رو در پیجش منتشر کرده. ژیلا صادقی با انتشار این ویس نوشت و تو کاش فقط ذره‌ای با خودت صادق بودی. تو قاتل تمام بچه ها و جوان های این سرزمینی. بچه هایی که دل پاک و صافی داشتن و چیزی نمیخواستن جز امکانات و رفاه. تو فرزندان ما رو با اسلحه مواجه کردی. خونشون رو تو ریختی. با تفکر مسمومت. چرا رفتی؟ میموندی با همین دخترها و پسرای معصوم میرفتی تو خیابون. تو بی غیرت ترین و پست‌ترین موجود تاریخی که فقط آفت از تو در زمین باقی مانده. اگر غیرتی داری بیا و اینجا حرفتو بزن و اعتراض کن. بذار خودمونی باهات حرف بزنم چون سوادت نمیکشه که تحلیل اجتماعی کنم باهات. تو حتی زادگاه خودتو نمیشناسی چه برسه به کل ایران و ایرانی. تو ضعیف‌ترین موجود دوپایی و اطمینان دارم خدا بیشتر از اینها رسوات میکنه. در ادامه هم نوشت تو دشمن فرزندان نازنین مایی. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون هم با خبر بشید.